به نام خداوند بخشاینده و مهربان. تلویزیون افغانستان اینترنشنال گزارش کرده است که عبدالقیوم سلیمانی برادرزاده امیر اسماعیل خان از سوی گروه تا به عنوان مسئول سفارت افغانستان در تهران تعیین شده است. سلام بر شما دوستان عزیز. 9 جنوری و 19 جدی است. لحظات قبل تلویزیون افغانستان اینترنشنال گزارش کرده است که برادرزاده امیر اسماعیل خان به عنوان مسئول سفارت افغانستان در تهران، آن هم از سوی وزارت خارجه گروه تا گماشته شده است. این در حالی است که امروز سرپرست وزارت خارجه گروه تا با بیانجیگری وزارت خارجه ایران با امیر اسماعیل خان دیدار کرده است. امیر اسماعیل خان در مشهد زندگی میکرد و از طرف وزارت خارجه ایران دعوت شد تا اونجا دیدار با همدیگر داشته باشه و سرپرست وزارت خارجه تا برای اسماعیل خان شراکت در قدرت را پیشنهاد کرده بود. افغانستان اینترنشنال ما گزارش کرده است که این دیدار با فشار ایران صورت گرفته است، یعنی برخلاف رضایت امیر اسماعیل خان و با فشار ایرانی ها این دیدار صورت گرفته و او مجبور شده که باید در اینجا بیاید و در وزارتشان و دیدار با امیر خان متقی داشته باشه. هرچند که گزارش میشه و گفته میشه که اسماعیل خان هم پیشنهادهایی را به گروه تا داشته، جمله برگزار انتخابات و تشکیل حکومت اسلامی و مسائل های دیگه که تا به حال را هم گروه تا پیرامونش اظهار نظر نکرده. نکته دیگه ای که گفته میشه، حتی احمد مسعود هم از مشهد به تهران رفته بوده، باز هم بر اساس همین گزارش های تلویزیون افغانستان اینترنشنال که منابع هم از سفارت تهران و هم از سفارت افغانستان در ترکیه در گفتگو با تلویزیون تایید کرده، احمد مسعود هم قرار بوده که دیدار با مسئولان گروه تا داشته باشه، ولی سخنگویش امروز را رد کرد و گفت که کدام دیدار را قرار نیست صورت بگیره. اما روشنی را که تلویزیون افغانستان اینترنشنال انداخته ای هست که قرار بوده که ملا برادر در این نشست بره در تهران و یک هیئت بزرگ از گروه تا را با خود ببره و رهبری بکنه، بسیاری شهرهای سیاسی افغانستان هزارها تاجیکا و ازبکا را در اونجا دعوت بکنه و با اینا بنشینه روی تشکیل یک حکومت با هم دیگر صحبت بکنه. اما بعد از این که ملا برادر نامده و تنها امیر خان متقی به ایران سفر میکنه، دیگر رهبرهای سیاسی باز در این برنامه شرکت نمیکنه و میگه که ما در اینجا نمیاییم. از جمله استاد محقق که حتی در ایران بوده دوباره به ترکیه رفتن و امیر اسماعیل خان که حتی گفته میشه با فشار امروز دیدار داشته و اما به نتیجه هم نرسیده ظاهرا تا به حال. در هر صورت حتی گزارش شده که مسئولان سفارت افغانستان در تهران از سوی وزارت خارجه ایران اخطاریه دریافت کرده بوده که در صورت شما بخواین پاکج بگذارین به قول معروف و نخواین که این مسائلی را که ما میگیم و گروه تا میگه قبول کنید، ما شما را از ایران اخراج کرده و دوباره در افغانستان ردی مرز میکنیم. در هر صورت الله عبدالقیوم سلیمانی برادرزاده اسماعیل خان به عنوان مسئول سفارت افغانستان در تهران از سوی گروه تا تعیین شده و ای که چقدر خودش به این امر راضی بوده یا نبوده هم مشخص نیست، ولی این آدم خودش هم پوزیشن و مقام بالایی در سفارت افغانستان در تهران داشته و مدت زیادی میشد که به عنوان دیپلمات کار میکرده و در ایران هم تجربه در سفارت افغانستان داشته. در هر صورت ببینیم که چی میشه. بازی های افغانستان داره بسیار پیچیده میشه. خواهش من از تمام مردم افغانستانی هست که درست است که رهبران ما، سیاسیون ما و این کسایی که حالا در رأس قدرت قرار گرفته گروهی تا همه ایشان تحت نام قوم، مذهب، هر چیزی شعار دادن به خاطر ماندن در قدرت، نفاقهای قومی را دامن زدن، ولی حداقل شما این کار نکنید. اگر یک جنایتکار از هر قومی هست جنایت میکنه، دزدی میکنه، فساد میکنه، جنایتش، دزدیش، فسادش فقط به خودش مربوط میشه و قومش مربوط نمیشه. هر قوم خوب و بد داره، شاید بد در بین یک قوم کمتر باشه، در بین قوم دیگه زیادتر باشه یا هر نحوی، ولی نمیشه که ما جنایت یک گروه، یک سیاستمدار، یک فرد به نام کل قوم بنویسیم. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. دعا کنیم خداوند خیر ما شما را بشه.